سلام به شما بیننده های خوب تیوی پلاس. در چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران هستیم. میدونیم که هر سال براتون یه گزارش ویژه از این جشن تهیه میکنیم، امسال هم اینجا هستیم تا با بخشی از شریفترین، آرتیستترین و خلاقترین های سینما، یعنی عکاسان سینما صحبت کنیم و ببینیم که امشب اینجا چه خبر هستش. البته که هنرمندای سرشناس زیادی هم اینجا هستن، ولی ما این شب رو اختصاص دادیم به عکاسان سینمای ایران که با قاب‌های ماندگارشون برای ما سینما رو خاطره انگیز کردن. باید تاکید بکنم که دبیری این دوره از این جشن رو سرکار خانم نیکی کریمی، سوپر استار سینمای ایران، به عهده داشتن که مطمئن هستیم تفاوت این جشن رو با مراسم‌های قبلی در واقع با حضور ایشون میشه احساس کردش. امیدوارم که از این گزارش لذت ببرید. تبریک میگم که جزو کاندیدای اصلی چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران هست. خیلی ممنون. بله، امسال خوشبختانه بالاخره داورای ما، هیئت داورای محترم، انشای عکسای منو متوجه شدم برخلاف سالهای پیش و ما هم کاندید شدم. عرض میکنم که عکاسی فیلم هنر پیچیده ایه. من برخلاف دوستانم که فکر میکنم فقط باید از پلانهای فیلم فقط عکاسی بشه، من این تصور رو ندارم و در طول سالها از نگاه خودم هم عکاسی میکنم در جهت سناریو و قصه ای که داریم. به عنوان یک عکاس پیشکسوت و شناخته شده، قضاوت ها رو چطور دیدین؟ نظرتون در مورد کاندیدایی که حالا تا لحظات دیگه هم قراره که برندگان اعلام بشن چه هست؟ ببینید، من عکس‌ها رو دیدم، کاندیدا رو دیدم، واقعا همه مجموعه های خوبی هستند و هم بهشون تبریک میگم و همین که اینا با اختلاف خیلی نزدیک به هم، یعنی انتخاب بینشون واقعا سخته. امسال به نسبت سال گذشته ما تعداد آثاری که رسید کمتر بود. ما سال گذشته 65 اثر داشتیم، امسال کمتر بود تعدادش و به لحاظ محتوای خب خیلی بهتر بود در حقیقت، مخصوصا کاندیدایی که انتخاب شدن. داوری بسیار داوری سختی بود و به نظرم کاندیدا خیلی این ارتداق این رقابت فشرده شده امسال و خیلی هم خوب بود. آقای اسکرپور عزیز، به ما بفرمایید شما به عنوان یک سینماگر و فیلمساز برجسته، عکس در سینما چه نقشی داره و در واقع چه ارزش افزوده‌ای برای یه اثر هنری خلق؟ حالا غیر از جنبه‌های تبلیغی که در زمان اکران در واقع معنا پیدا میکنه، من فکر میکنم که خیلی از فیلم‌ها رو ما با عکساشون یادمون میاد و حتی شما توی ارزای یک فیلم ببینید که میتونه شامل صدا، بخشی از تصویر، انواع تصویر یا پوستر یا هر چیز دیگه رو در نظر بگیرید، باز عکس به نظر میاد که خیلی وقتا هم خب پوسترها برگرفته از همین عکس‌ها هستن، ما رو یاد فیلم‌ها میندازن. بنابراین ما وقتی که به یک مجموعه از عکس‌ها نگاه می‌کنیم، انگار به تاریخ سینما هم داریم نگاه می‌کنیم. برای من یه کار کرده دیگه هم راستش بخواید بعضی وقتا داره. من با بعضی از عکاسانی که کار کردم این نکته رو در واقع ازشون برداشت کردم که زوایای خیلی خاص رو پیدا میکنن خیلی وقتا و اون زوایای اتفاقا به کارگردان میتونه کمک بکنه. من عکاسانی که البته این قابلیت رو داشته باشن و با هم یه دوستی هم داشته باشیم، ازشون بعضی وقتا میخوام که زوایای خاص رو به من نشون بدن در زمان فیلم برداری. حتی با دیدن این عکس‌ها که خب بیشتر این اتفاق میفته، یعنی آدم فکر میکنه نسبت به این زاویه ها، فکر میکنه به نوع در واقع به اون انتخابی که صورت گرفته و معمولا اینا تأثیر میذاره به نظر من توی کار کارگردانی. حتی به هر حال من فکر میکنم که یه مجموعه ایه که حتی تغییرات تکنولوژیک، رشدی که در واقع اتفاق افتاده، این موضوع رو نه تنها نتونسته منتفی بکنه، چون بعضی وقتا تکنولوژی خیلی از این بحث‌های اصیل رو با خودش برده و تبدیل کرده به یه چیز دیگه، به نظر من حتی بهش یک ضریب داده و باعث شده که ما حتی تو فضاهای مدرن‌تر باز اون چیزی که بیشتر احتمالاً برامون کاربرد داره باز همین عکسان. با توجه که من خودم جزو شورای سیاست‌گذاری جشن هستم، قرار بر این شد که ما تعداد از بازیگرها، همونطور که اسم بردید و پیشکسوتای خودمون که همکاری میکنن با اعضای انجمن ما در این حرفه، که تقدیر کنیم ازشون و کاملا هم طبیعیه که باید تقدیرشن از این آدم ها. ایستادن و موندن و کار کردن با تمام مشکلات گذشته و سر البته حال
تردید و شک در عقل یا بهترین حالت به پوسکولفتی تعبیر بشه. اما باور دارم که این جمع عزیز از منبع لایزالی به نام عشق داره به حیاتش و امیدش ادامه میده. عشق به سینما، به جهانها، به شعرها و یا حتی مرثیه هایی که میسازه و تأثیرش رو میذاره. همه این دوره هم جمع شدن ها تحت هر عنوانی همچون بزرگداشت و تشویق و احترام به تلاش همکارامون در واقع از همین عشق سرچشمه میگیره. به مهمانی مرور و مهمانی ما خوش آمدید. عشق شما مبارک باشه. دست همه گیر عهد نکنید. در سینما همه شما با عکساتون ماندگاری تا همیشه. سوء تفاهم چرا به فوقانی برای شما چه ویژگی داشتش که در واقع تونستیم باهاش انقدر ارتباط خوبی برقرار بکنیم که قاب‌های ماندگاری ازش خلق بشه و باقی بمونه؟ ببینین، کلن وقتی که ما سر گروه‌ها میریم، سر فیلم‌های سینمایی میریم، هرچی گروه پر انرژی‌تر و حرفه‌ای‌تر باشه قطعاً اثرش توی کار ما تأثیر مستقیم داره. گروه بسیار بسیار خوبی بود و حرفه‌ای، فیلم بعدها طراح صحنه، کارگردان محترمش که بسیار بسیار کاربلد و خیلی خوب بودن. به هر حال اینا همه کمک هم میکنه، دست به دست هم میده و میشه این فیلم ما رو تهیه کرد. چه ارتباطی با فیلم برقرار کردین که ماحصلش شده آثاری که در واقع شایسته جایزه تشخیص داده شده؟ پاسیو یه فیلم شریفی بود که مریم بهرالرومی عزیز اولین کارش بود و خب یه تیم همدل، یه تیم خوب در کنار همدیگه رفتیم جلو و ماحصلش شد که خب خود پاسیو سیمرغ گرفت توی جشنواره بین‌المللی، یعنی مریم عزیز، و اینکه خب عکس منم دیده شد. خیلی هم خوشحالم که برای اولین بار که من دارم کاندید میشم برای این فیلم مستقل و شریف کاندید شدم. به ما بفرمایید آقای آذرمی، در واقع امیر چه ویژگی داشتش که شما تونستین این ارتباط و تعامل خوب رو با فیلم برقرار بکنین که نتیجهش در واقع این عکس‌های ماندگار شد؟ والا فیلم امیر از نظر ساختار تصویری جزو فیلم‌های خاص سینما ایرانه و خب من با کارگردان فیلم هم چون دوستی قدیمی دارم، ارتباط هم با سناریو خب خیلی نزدیک بود و خیلی لمس می‌کردم سناریو رو که قصه داره چجوری پیش میره. اصولا این ارتباط عکاس با فیلمنامه، با همون در واقع سناریو و با کارگردان چه تأثیری میتونه بذاره در کارش؟ چون شاید به نظر بیاد که خب عکس یه چیز در واقع قاب ثابتی از یه صحنه فیلمه و شاید خیلی هم ارتباطی نداشته باشه که حالا فیلمنامه چی باشه یا چی نباشه. اگر این ارتباط از نظر شما وجود داره به چه علت هست؟ از نظر من اینه که شما وقتی با فیلمنامه ارتباط خوبی دارین و خوب میشناسینش، حسای بهتری از شخصیت ها ثبت میشه براتون. بهتر میدونین این شخصیتی که توی این قاب قرار میگیره کیه، چجوریه، با کدوم نگاهش بهتر دیده میشه و این به نظرم خیلی فرق میکنه تا اینکه آدم فقط سر صحنه فیلم وایساده باشه و یه شات بزنه و یه عکسی رو ثبت کنه. بنابراین اردلان آذرمی هر فیلمی رو نمیپذیره عکاسی کنه، در واقع فقط شما فیلمهایی رو کار میکنین که با قصهش بتونین ارتباط برقرار کنین. والا اینو خیلی نمیدونم هنوز، باید بکم پیش بره ببینیم چی میشه. سلام علیکم، احترام همکارانم و همکارانم که همکارانم سپاسگزارم زحمت کشیدین و قابل بودستی کردن. از خانم کریمی تشکر کنم و علی جعفری و احمدی و همه کسانی که در این سوالا با من کار کردن و تحمل کردن از زحمتتون بودستم. مرسی. عکاسی فیلم چه ارزش افزوده‌ای برای یک اثر هنری به وجود میاره و چرا یک اثری که تصویر هستش و خودش ماندگار هستش در واقع باید ازش عکاسی بشه و این عکس‌ها آیا یه اثر هنری جدا حساب میشه یا بخشی از همون فیلم هستش؟ ببینین، کلاً عکاسی فیلم بخش تبلیغات یک فیلمه، ولی در اصل وقتی فکر می‌کنی می‌بینی که
جزء تاریخ سینما حساب میشه. همینطور که الان یه عکسایی که حالا شما بعد فیلم برداری میکنید، مثلا فرض بفرمایید فیلم قیصر، وقتی که عکسش اونجا هست برای مخاطب تداعی کننده اینه که این فیلمو حالا ندیدم حتما بری ببینه یا شناسنامه‌شو ببینه. این عکس ها همه جزء سندهای تاریخیه دیگه، تاریخی یک فیلم حساب میشه و میمونه تا ابد میمونه. اول سینما از تئاتر ماناتره، به دلیلی که باز از سینما یک تصویری باقی میمونه، در واقع یک آرشیوی میشه، و عکس از خود سینما ماناتره. واقعیت اینه که فیلم ها مثلا بعد یه دوره 3-4 ساله، 5 ساله، نهایتا 10 ساله تقریبا دیگه قابل دسترسی نیستن. یعنی شما الان مثلا همین فیلم شب یلدا رو بخواید گیر بیارین، فکر کنم دیگه گیرتون نیاد. یا این زندان زنانو، یا فیلم نسل سوخته که عکسش چند تا اونورتره، یا قرمز رو بعید میدونم، والا تک و توکش ممکنه تجدید در واقع انتشار شده باشه، ولی عکس ها هستن. عکس ها الان خوشبختانه با توجه فضای مجازی و سایت ها و اینها، در واقع عکس ها کماکان در دسترس هستن. خب عکس ها یه ویژگیشون هم اینه که میتونن مکتوب بشن، چاپ بشن، تو کتاب ها چاپ بشن. و بی‌تعارف بگم، این عکسه که سینما یا تئاتر رو ماندگار میکنه. عکس یک تک فریم از یک قاب، از یک سکانسه که معمولا عکاس جذاب‌ترین اتفاق اون فیلم رو عکس میگیره. شاید به این دلیله که اون عکس تو ذهن آدم میمونه، ولی شاید کلیت فیلم تو ذهن آدم نمونه. فکر میکنم دلیلش این باشه. عکس فیلم رو یه اثر مستقل از فیلم میدونین یا یکی از اجزای فیلم؟ خیر، اجزای فیلمه، به هیچ عنوان نمیتونی مستقل ببینی. البته که دید عکاس قطعا تاثیر داره توی اون عکس، ولی خب اگه نور فیلم بردار نباشه، اگر اون صحنه آرایی طراح صحنه نباشه، اگه دید کارگردان نباشه، قطعا عکس من هم دیده نخواهد شد، یا اون چیزی که باید بشود نمیشه. پس همه دست یه عکس خوب داشته باشه. رابدی، امشب در واقع بزرگداشت شما هم هستش. دلم میخواد بدونم که چه احساسی دارین از اینکه همکاراتون در واقع قدر سالیان فعالیت ارزشمند شما رو دونستن. ببینید، حقیقت قضیه اینه که این بزرگداشت‌ها آدمو نمی‌دونم از تو آدم فکر کنه، نکنه که من الان پیر شدم، نکنه، ولی نه، جوونین قطعا. من همینجا بگم که من تا 23 سال دیگه هم آمادگی کار کردن دارم. به یه شایعه‌ای هم همینجا خاتمه بدم که من چون چند سال کار تهیه کنندگی میکنم، بعضی از دوستان میگن آقا فلانی دیگه عکاسی نمیکنه. نه، من اگر سالی 10 تا فیلم هم تهیه کنم، مطمئن باشین که هر تهیه کننده بیاد سراغم عکاسی میکنم، چون عکاسی فیلم واقعا عشق منه، دوست دارم. و به حضور شما عرض کنم که نکته دیگه ای که حالا در واقع پرسیدین، اون حس هست دیگه. ببینین، آدم ها دوست دارن ارج بهشون گذاشته بشه و آدم ها دوست دارن که اهمیت داده بشه بهشون، و هممون دوست داریم، کسی نمیتونه بگه. اصولا کسی که میاد تو سینما دنبال در واقع شهرت، محبوبیت، دنبال همه این چیزا هست. و همین دلیل من متشکرم از دوستام، از همکارام، از انجمن عکاسان سینما، از خانه سینما، که در واقع امسال به یاد بنده بودن و حالا در واقع لطف کردن، مراسمی رو گرفتن، که از همه شون متشکرم. هم عکسای خیلی خوب میگذره، عکسای غیر منتظری میگذره، هم حضورش رو صحنه اصلا احساس نمیکنه. یعنی نمیدونم اسمش رو گذاشت، نجابت عکاس، اینکه سعی میکنه تمرکز همکاران خودش رو هم بریزه و نرمک میاد عکساشو میگیره، عکسای فوق العاده ای هم میگیره. و من تجربه خیلی خوبی از کار با ایشون داشتم، برای آرزوی موفقیت دارم، همینطور برای سایر عکاسان. تاریخ سینمای ما الزاماً به دلیل فیلم هایی که ساخته شده در واقع ثبت و سند نمیشه، اما قطعاً به دلیل عکس هایی که در طی چند دهه گرفته شده جاودانه و همیشه میخواهد شد. به نظرم آقای فتیالا غیر از این که توی مجموعه کارهایی که انجام دادن در طول این سالها نشون دادن که
کارگردان و نویسنده متبحری هستن، قدر این موضوع یعنی بحث عکس رو به نظر من توی سینما و تلویزیون اساسا خوب تشخیص دادن. من نوع این رو از کجا ما بعضی وقتا میفهمیم؟ از عکسایی که معمولا از پروژه منتشر میشه، اونجا ما میتونیم بفهمیم که احتمالاً چه رابطه‌ای بین کارگردان و عکاس و اساساً نوع نگاه کارگردان نسبت به این پدیده وجود داشته. خروجی آثار ایشون به نظر من همواره این پیام رو میتونه بده که ایشون به این موضوع خیلی توجه میکنن و به درستی هم به نظر من توجه میکنن. به هر حال جزو به نظر من نویسندگان و کارگردانانی هستن که مشابه ندارن به اون شکل و توی عرصه‌ای که تلاش میکنن همواره موفق بودن. شما به عنوان استعداد این دوره در واقع شناخته شدین و قراره که ازتون تقدیر بشه، میخوام بدونم که این معنیش چه چیزی هستش؟ یعنی پیش از این چه فعالیتی داشتین و آیا این اولین کار شما هستش که انقدر به چشم اومده که شما رو به عنوان استعداد در واقع میخوام بهش جایزه بدم؟ والا من تازه عکاسی سینما رو دارم انجام میدم، یعنی امیر انگار میشه فیلم دوم سینمایی من و خب قبلش عکاسی تئاتر میکردم، عکاسی دیگه میکردم و عکاسی سینما. پس بنابراین شما که تازه واردین به ما بگین عکاسی سینما مزدش بیشتر از نوعهای دیگه عکاسی هست؟ چون بعضا میبینیم که واقعا بدون تعارف عکس ها ماندگارتر از فیلم ها میشن، فیلم ها فراموش میشن ولی فریم عکس ها به خاطر میمونه. خب آره، چون به خاطر که من خودم علاقم به سینما زیاده، عکاسی سینما رو خیلی دوست دارم. همه ما جذاب بدونیم کدوم ستاره ای هستش که از نظر شما خیلی خوش عکس و عکس های خیلی ماندگاری میشه ازش گرفت توی فیلم ها یا سریال، چون قطعا شما با بازیگران زیادی کار کردید. ببین دیگه برای من که بعد از یه عمر دارم کار میکنم، حالا این سوال جوابش سخته به دلیل اینکه بازیگر رو بسیار بسیار فوتوژنیکن، یعنی عکسشون بهتر از خودشونه برخلاف آدمای عادی، به این میگن فوتوژنیک بودن. ولی بخش اصلیش اینه که بازیگر چقدر همراهی و همدلی با عکاس بکنه. خیلی موقعا بوده مثلا فرض کنی یه سوپر استار وقتی پلان تموم شده من ازش خواهش کردم که بیا واسه من این پلان رو اگه نگاهی دیگه یه زاویه دیگه عکاسی کنم، چون به ما اطمینان دارن میان وامیسن انرژی میذارن، حتی اگه مثلا باز عکس حالا عکسی نشه در نیاد دو مرتبه تکرار میشه و این حسن بزرگه. از نظر من همه بازیگرایی که جلوی دوربین من اومدن بسیار خوش تصویر بودن. زنده یاد عزت الله انتظامی برای من خاطر انگیز ترین بود، چون در دوران بچگی من با ایشون افتخار داشتم بازی کردم با ایشون فیلم مدرسه که ما میرفتیم و دقیقا همشون. نه خیلی محتاطانه جواب. محتاطانه دقیقا ستاره بگیم جرعت نمی کنم. نه همه خوبه، همه خوبه، نه جدا همه خوبن، ولی بعضی ها خوبترن. خب ولی نکته مهمی هست در بازیگری، ببینید تک و توک بازیگره هستن که برای دوربین عکاسی نمیتونن بازی کنن، اینو یه واقعیته. خب این یکی دیگه که یه سری بازیگره هستن که رخهای خوبی از خودشون رو میشناسن و در واقع نه برای عکس که توی فیلم هم سعی میکنن که رخ بهتری بدن و حالا بعضی توی این قضیه خیلی واردن، خیلی حرفه‌این. از یه نفر که از بین ما رفته و همیشه برای هممون عزیزه اسم میبرم، خسرو شکیبایی، که یکی از بهترین ها بود هم در زمینه همکاری با همه گروه های در واقع تولید کننده فیلم و هم در زمینه همکاری با عکاس. یعنی مثلا ما توی فضای گرمی که کار میکردیم آقای شکیبایی به محضی که دوربین رو دست من میدید من مثلا نورسنجی میکردم، میگفت کت منو بیاریم که امیر اگه دلش خواست عکسشو بتونه بگیره، در صورتی که من فقط میگونم ببین من الان فقط دارم دنبال قابم میگردم نورسنجی میکنم، شما خودتون رو اذیت نکنین. واقعا عرق میریخ ولی تحمل میکرد برای اینکه من اگه دلم خواست بتونم کارم رو بکنم. راجب همه هم اینجوری بود. ای کاش حالا این مدلی که گفتم برای همه بازیگره دیگه یه مدل تکرار شونده باشه. توی بازیگران حالا خیلی نمیدونم، ولی مثلا چون آقای کلاری بازی هم کرده ولی فیلم برداره و اتفاقا عکاس هم بوده، من چند تا عکس از
چهره ایشون دیدم به نظرم اومد خیلی فوتوژنیکه ایشون. خیلی هاشون فوتوژنیک. الان همه خوبن و خیلی ها نگین دیگه. آخه خیلیشون دوستا من. یکی رو بگم شاید یکی ناراحت. ما قول میدیم که هیچ کس ناراحت نشه. ما داریم در مورد ترین ها صحبت میکنیم وگرنه همه خوب هستن. همشون ترینن. همشون ترین. چرا عکاسا محتاطن؟ نه محتاط نیستم. من خیلیشون دوستا من. الان کیو بگم همشون خوبن. هم. مصطفی زمانی بگم، نمیدونم خانم کریمی بگم، همه اینا دوستامونن. خب کیو بگم؟ شما به من بگین. حتما بعضیا خیلی با عکاس خوب کار میکنن، چهرهشون خیلی فوتوژنیکه، عکسو خوب میشناسن. من نمیدونم الان نمیتونم بگم، ولی خب همشون رو دوست دارم. اگر یه بازیگر اگر باهوش باشه با عکاس دوست میشه. بازیگری که به من انرژی میده من میتونم عکس خوب بگیرم. وقتی که خیلی از بازیگرا رو ما داریم که موزه دارن، نمیدونم اولش میان قیافه میگیرن، نمیخوان عکس بگیرن، حالا هر چیزی که خودشون فکر کنن، اگه با عکاس نتونن ارتباط بگیرن، عکاس هم نمیتونه عکس خوبی بگیره. ما تو بین بازیگرا خیلی آدما رو داریم که از روز اول، خیلی از بچه‌ها هستن که از روز اول دوست میشن با عکاس و اون انرژی که به من میده منم میتونم عکس خوب بگیرم. اگه اون انرژی نباشه قطعا منم نمیتونم اون عکسو بگیرم. پس من به جای اینکه حالا بگم کی بهتره فوتوژنیک‌تره، میگم لطفاً با عکاس خوب تا کنین، دوست باشین با عکاس که ما هم بتونیم عکس خوب بگیریم. فوتوژنیک بودن بازیگرم تاثیر میذاره توی کار شما؟ به نظر من نه، بیشتر حسه که تاثیر میذاره توی کار. تندیس چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران تعلق میگیره به جناب آقای محمد فوقانی برای فیلم سوء تفاهم به کارگردانی آقای احمد شب. آقای پورنم اینجا تشریف دارم، دوست قدیمی من. از شما من خیلی چیزا یاد گرفتم تو سینما. آقای پورنم همیشه برای من الگو هست. به افتخار آقای پورنم از سرکار خانم نیکی کلیمی بسیار بسیار ممنونم، خیلی متشکرم. از شورای سیاست گذاری جشن ممنونم. امشب خیلی شب بزرگیه برای من. از همه شما ممنونم.